اون چیزی که سوالی که داشتم اینه که توی آرزون هر آن سوال پرسیده شد یا نه، برای توی یه عکس پورتری شما بیشتر برای چی میگردید؟ یعنی وقتی میخواید عکس بگیرید منتظر یه آن هستید بیشتر یا یه سری میگیرید؟ و من اینکه اول زمان گفتید که زمان اون نیست که قرار باشه که همه چیزی یک شخصیت رو نشون بده، شخصیت پردازی اون قرار باشه الزامن. من اگه پاورقی بخوام بزنم به حرفای ابوالفضل اینجوری میپرسم، کی وقتی دارید از یه نفر عکس میگیرین احساس میکنین کارتون رو انجام دادین و میگین شد و جمع کنم وسایل رو برم؟ ببینید این یه چیزی نیستش که من بتونم خیلی دقیق و خط کشی شده به شما جوابشو بدم، برای اینکه بخشیش لااقل در مورد من حسی و غریزیه. ولی چیزی که برای من خیلی تو عکاسی چه پورتره و چه چیزهای دیگه مهمه فرمه، یعنی اون موقعیت و فرمی که این آدم توش قرار گرفته. در نتیجه میگم اونو همیشه خیلی بهش میپردازم و بهش اهمیت میدم. حالا تنها نگم فرم، کمپوزیشن، شاید کمپوزیشن بگم درست تر باشه. و خب طبیعتاً تو پورتری یه تعدادی عکس میگیریم و یه جایی، ولی من معمولاً میفهمم اونی رو که میخواستم گرفتم. حالا البته درسته که بعداً توی موقعی که مثلا کنتاکت رو میبینم اون موقع با دقت بیشتری موقع انتخاب عکسمو انتخاب میکنم، اما در موقع عکاسی به هر حال نمیشه دقیقاً گفتش که چی میخوام یا چی کار میخوام بکنم. به هر حال من در واقع با تمام حواسم، منظور از حواس یعنی همه حواسم، شنواییم، بیناییم، لامسم و همه چی متمرکز هستم روی اون آدم که تا حد ممکن بفهممش و عکس بهتری بگیرم، کمپوزیشن رو رعایت کنم، نور خوب داشته باشم. همه اینا رو در آن واحد من دارم همینجور در واقع روش کار میکنم و نمیشه خیلی نقطه‌ای گفتش که چی کار دارم میکنم یا چی میخوام. اینا یک پکیج، یک مجموعه است که شما با همه حواستون دارین انجام میدین و بعد روی کنتاکت ها نگاه میکنین، نتیجه کار رو پیدا میکنین. عالیه. خب بچه ها الان میتونیم برگردیم به نوبت دوم سوال، ضمن این که داریم به پایان وقتمون هم نزدیک میشیم. اگر کسی سوال داره، آرینا سوال داشت که من خواهش کردم یه دور هر کس سوال داره تموم شه بعد برگردیم به بچه‌ها.